سلام درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدم فرودگاه کیش و قرار اوضاع این قسمت از کیش رو با هم ببینیم. با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. بریم سرزمینمون ایران رو از داخل کابین هواپیما مشاهده کنیم که هم برف میبینیم، هم کویر و هم دریا و سرسبزی. فرودگاه بین المللی کیش توی غرب استان هرمزگان هستش. توی سال 1349 که کیش فقط یه جزیره در جنوب کشور بودش و اهمیت چندانی هم نداشت، هیئتی از کارشناسای ایرانی و امریکایی به دستور محمد رضا شاه پهلوی اقدام به ساخت فرودگاهی کردند که نوع ساخت این فرودگاه الهام از جزایر هاوایی و سواحل دریای مدیترانه بنا شد. توی سال 1352 روستایی به نام ماشه رو برای ساخت فرودگاه انتخاب کردند. اولین هواپیمای مسافربری که کنکورد بود توی سال 1356 توی کیش به زمین نشست. این ترمینال از نظر زیبایی و تمیزی واقعا عالی هست که هم برای پرواز داخلی و هم برای پرواز خارجی استفاده میشه. بیشتر از 700 دستگاه تاکسی توی فرودگاه هستش که مشاهده می‌کنید. اینجا هم ونهایی هستن که برای ترانسفر کردن مسافرای هتل که قبلا رزرو شده اینجا هستن، اما امکانات رفاهی در حد جزیره و حجم مسافر توریستی نیست، اما پول رو قشنگ مدل توریستی میگیرن. فرودگاه کیش در کل 22 مقصد پرواز داره که 20 داخلی و 2 تا مقصد خارجی داره که یکی دبی و دیگری مسقط پایتخت عمان. در مورد حمل بار هم باید بگم که توی پرواز داخلی بین 20 و حداکثر 25 کیلوگرم وزن بار مجاز هستش و مقدار بار دستی مجاز داخل کابین هواپیما حداکثر 7 کیلوگرمه. بریم کمی هوای لذت بخش کیش رو ببینیم و برگردیم دوستان.
جالب اینجاست که جایگاه VIP از هر جای دیگه خفن‌تره و از لحظه ورود شما رو به محل استراحت میبرن و خودشون کارهای پرواز و ساک و حمل ساک و حتی گیت مخصوص بازرسی به جای صف طولانی سوار شدن ماشین ویژه تا پای پرواز براتون فراهم میکنن. کمی با هم توی فرودگاه دوری بزنیم و ببینیم اوضاع مردم رو که بعضن مثل من با تأخیر بیش از 2 ساعت مواجه شدن، اونم برای پرواز داخلی و یه جورایی منتظرن که شماره پروازشون رو صدا کنن. قیمت بلیط هم که بستگی به نوع صندلی داره که از نوع اکونومی اقتصادی گرفته تا فرست کلاس و بیزینس کلاس که از تهران و مسافت 1 ساعت و 45 دقیقه الی 2 ساعت حدود 1,750,000 تومان الی 3,500,000 تومان متغیره که این تازه پایین تر نرخ‌های پروازه. در ضمن مسافت شیراز حدود 45 دقیقه است و حدود 1,000,000 تومانه و همینطور مشهد 2 ساعت و 5 دقیقه و 1,700,000 تومان به بالاست. اینترنت پرسرعت هم که الکی داخل فرودگاه نوشتن و خبری ازش نیست. در مورد خدمات لوکس هم که واقعا پول لوکس میخواد. کل پرواز هم که همشه خدا با تأخیر 1 ساعت و 2 ساعت همراهه. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. با امید دیدار.